من یه سوال داشتم. یه حاج آقایی توی مسجد منطقه ما یه حدیثی خوندن، میخواستم ببینم این حدیث درست هست، اگه لطف فرمی راجع بشم یه صحبتی بکنه اگه مشکل داره، که یه حدیث قدسی خوندن که من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی اشقنی و من اشقنی اشقته و من اشقته قتلته، همینطور حالا ادامه داره. میخواستم راجع به این حدیث صحبت بکنم. این حدیث از احادیث صوفیه هست، این حدیث سند مندی نداره هیچ از حدیث شیعه نیست. آره آره، این احادیث صوفیه، صوفی از این احادیث زیاد داره در کتب خودشان. حالا من یک حدیث، این حدیث نیست در کتابای ما، نیست، حدیث شیعه نیست. این منابعی که برای ذکر کردن همه منابع غلط هستش، درسته؟ من نمیدونم چی منبع ذکر کرده. این حدیث از احادیث شیعه نیست. بله، در کتب صوفیه احادیث خیلی زیاده که نه در کتاب شیعه آمده نه در کتاب مخالفین آمده. صوفیه از در بین کتب اینها که ببینید، اینا احادیث مطرح میکنند و این را ارسال مسلمات مسلم تلقی میکنند، میگن احادیث وارد شد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. ابو بکر ابن عربی، قونوی، کاشانی، مثلا سید حیدر آملی، آقای خمینی، اینها بسیار این چنین که میگن این حدیث وارد شده، در حالی که حدیث هیچ در هیچ جا نیست، فقط در کتب صوفیه موجوده. و صوفیه عرض کردم که اینها عقاید خود را بس مجبورن با زبان حدیث بیان بکنن و احادیث افترا بکنن که بتوانند قبول بکنن. مثلا این حدیث را ببینید، آقای خمینی نقل کرده در کتاب تعلیقاتش بر مصباح الانس، تعلیقات الخمینی علی مصباح الانس، صفحه 310 آخرش، در باب وحدت الوجود میگوید و لهذا ورده، چون همه چیز مندک هست در ذات الهی، خداوند متعال وحی کرد به موسی، انجئ بموجود اخص منک. خداوند متعال به موسی علیه السلام امر کرد که یک موجودی که از خودت پایین تر باشه، از خودت یک رتبه، ده رتبه، صد رتبه، از خودت خلاصه پایین تر باشه بیار. موسی کیه؟ کلیم. موسی کیه؟ و صاحب ید بیضا، صاحب عصا، صاحب شریعت، اون کسی که شریعت ابراهیم علیه السلام رو نسخ کرد. این همچین پیغمبر مرسلی. خدا به او گفت که یک کسی که از خودت پایین تر باشه بیار. خب هر کسی را میآورد از موسی علیه السلام پایین تر بود دیگه، درسته یا نه؟ بله، هر کسی را می آورد. خب یک سنگ می آورد، یک چوب می آورد، یک هر کی را می آورد، از خودش پایین تر بود. انجع به موجود اخص منک فاخذ برجل میتت کلب. موسی علیه السلام گشت چی را پیدا بکنه، رفت یک مرده سگ را، میته کلب را، کل سگ مرده را پیدا کرد، متعفن، پشه هم زده، این را از لنگش گرفت، از پایش گرفت کی را بیاره. ثم تنبعها على خطائه، بعد فهمید که اشتباه کرده، ما فهمید که اشتباه کرده، فترکها، اون مرده سگ را انداخت، پشه ها هم پریدن. فوح الله تعالی ان لو جعت بها لسقطت من مقامک. خدا به موسی علیه السلام وحی کرد که اگر اون مرده سگ را می آوردی از مقام خود ساقط می شدی. اون مرده سگ از تو پایین تر نیست. چرا؟ چون مرده سگ هم خداست، نزد این جماعت، چون اون مرده سگ هم خدا هست، همه چیز خدا هست. مرده سگ نجس، سگ زندهش نجس، حالا چی مردهش باشه؟ بو هم گرفته. ففهم ولا تغفل. آقای خمینی گفت پس بفهم و غفلت نکن. لمحرره السید روح الله حررته فی قصبه خمینی در سال 1355 قمری. بله، خب این بخاطر چیه؟ بخاطر اینه که همه چیز قبلش هم میگوید، بله، بحكم اضمحلال الكثرات واندكاكها في الحضرة الإلهية وفنائها فيها لدي شهود القيامة الكبرى. بخاطر که همه چیز مندک، همه چیز بله فانیه در ذات خدا، اون مرده سگم خدا هست. خب این حدیث در کتب شیعه هست، قطعا وجود نه، در کتب عمری قطعا وجود نه. این از کجا آورده خمینی؟ الله اعلم از کجا آورده خمینی. شاهد بر چی؟ بر وحدت وجود. این احادیث صوفیه اینها خیلی زیاده در کتاب اینا، و اینها چون صوفیه در بین شیعه زیاد رسوخ پیدا کردن، بله، احادیث اینها در بین شیعه هم در السنه خطبا در منبرها زیاد در دوران هست و زیاد گفته می شود. بله، اینها را فقط به عنوان این که مرسله دیگه، این مسلمه، این چون در کتابهای خمینی آمده، در فلان کتاب آمده، فکر میکنن حتما خمینی یا فرض بکنید محمد حسین طباطبایی یا امثال اونها حتما زحمت کشیدن اینا را از مصادر استخراج کردن، فکر میکنن اونها دروغ نمیگوین، لذا همچین احادیثی در بین مردم شایع است. منبری ها هم در منبر خود ذکر میکنن اینا احادیث علکیه. بله، اما این حدیثی که عشق میگویید، این حدیث را من در کتب شیعه ندیدم. سلام.